یکی از راه های یادگیری گرامر زبان فرانسوی دو مبحث یا یادگیری دو زمان در یک زمانه یعنی چی؟ یعنی شما در یک ویدئو زمان ماضی نقلی رو با زمان گذشته استمراری در عین اینکه با هم مقایسه می کنید هر دوشون رو هم یاد می سلام و درود خدمت شما عزیزان امیدوارم که عالی باشین بی معطلی بریم سراغ ویدیوی امروز تفاوت ماضی نقلی با گذشته استمراری که میدونم سؤال خیلی از شما عزیزان خب دوستان عزیز ابتدا یک متن رو با هم کار میکنیم توی این متن افعال مازی نقلی یا پس کمپوزر رو صرف شده میبینید من براتون توضیح میدم و در ادامه ساختار و چگونگی ساختن مازی نقل رو براتون توضیح میدم و بعد از اون هم شما یک تست کوچک انجام میدین و میریم سراغ مازی استمراری کم طول متن سیلوی سه à 6 heures. Comme tous les matins, si lui s'est réveillé à 6 heures. Elle est restée un peu au lit. Elle s'est levée à 6 heures et demie. Elle est restée un peu au lit. Elle s'est levée à six heures et demie. C'est assez tôt pour elle. C'est assez tôt pour elle. Elle a pris sa douche. Elle s'est habillée. Elle a pris sa douche et elle s'est habillée. Ensuite, elle a pris son petit déjeuner. Ensuite, elle a pris son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner, elle a lu un peu, elle a écouté la radio. Pendant son petit déjeuner, elle a lu un peu, elle a écouté la radio. این متن روتین صبحگاهی سیلوی رو نشون میده. کم طول متن سیلوی سغه و 6 مثل هر روز صبح سیلوی ساعت شش از خواب بیدار شد. دوستان عزیزم فعلتون به چه زمانی صرف شده مسترش هم به این بگین. درسته سوغویه یعنی بیدار شدن انفینیتیف یا مستر فعل هست و زمانش لپس کمپوزه یا مازی نقلی خب میدونستین که افعال دو زمیره، مازی نقلی یا پس کمپوزی اونها با فعل اتخ صرف میشه و حتما هم میدونید که اسم مفعول یعنی قویه با فاعلتون که سیلوی هست و یک اسم معنسه مطابقت میکنه و به این ترتیب شما این او رو در پایان اسم مفعول میبینید. Elle restait un peu au lit. Elle s'est levée à 6h30. اون یکم توی رختخواب میمونه. و ساعت شش و نیم از رخت خواب بلند میشه. خب عزیزان دو فعل در این جمله هست. انفینیتیف اول غسته یعنی ماندن و انفینیتیف دوم سلوه یعنی بلند شدن از رخت خواب یا تخت. سلوه غسته ماندن قسطه از اون 22 فعلیه که مازی نقلیش با اتخ صرف میشه ال غسته. و در تمام مازی های نقلی که با اتخ صرف میشن اسم مفعول با فائل مطابقت میکنه غسته یه دونه او الفن میبینید یه کمی توی رخت خواب میمونه و ساعت شش و نیم بلند میشه مستر سو لوه بلند شدن از رخت خواب و چون دو زمیر است گذشتش با اتخ صرف شده و اسم مفعولتون باز هم با فائل که ال هست مطابقت کرده ستا تو پوغ ال س تو ال این زمان خیلی زوده برای اون س اس تو پوغ ال Elle a pris sa دوش مين دوش گرفت و لباسشو پوشید. انفینتیف اول prendre sa douche. prendre یعنی دوش گرفتن و این فعل با avoir صرف شده گذشته. ما در مورد افعال فرانسوی حتما این رو میدونیم که 99 ممیز نیم 99 نیم درصد افعال گذشته با اواق دارند و حدود نیم درصد که شامل 22 فعل هستند و باید اونا رو حفظ کنید پس کمپوزی یا گذشتشون با اتق صرف میشه یه نکته دیگه دوستان عزیز مازی نقلی فروسوی با مازی نقلی فارسی تفاوتش در اینه که شما این ماضی نقلی رو به صورت گذشته ساده باید معنی کنید. اما ماضی نقلی فارسی به عمل یا کاری در زمان گذشته اطلاق می شود که آثار و نتیجهش تا زمان حال باقی مونده. من خورده ام. اما در فرانسوی ما پس کمپوزه رو من خوردم باید معنی کنید. خواستم این نکته رو هم بهتون یادآوری کنم و میدونم که میدونید این مسئله رو ال دوش دوش میگیره و elle طبیعه و لباسش پوشید انفینیتیف این فعل یعنی لباس پوشیدن و باز هم با اتخ صرف شده و باز هم مطابقت اسم مفعول رو با فائل میبینید. انسویت ایل اپری son petit déjeuner. مستر این جمله خاندر سون پتی خیلی هن آفرین و سپس سپانشو خورد الابخی سنپتی دیجونه پندون سنپتی دیجونه الالی امپو الا اکوته لغدیو خب فعلاتون لیغ یعنی مطالعه کردن و خواندن و اکوته گوش دادن هر دو با اواخ صرف میشن در طول صبحانش پاندان سنپتی دیجونه الالی امپ یک کمی مطالعه کرد الا اکوته و رادیو گوش کرد اکوته و لیغ هر دو با اواخ سر شدن و شما به همراه اسم مفعول گذشته از این افعال رو ساختید. Après avoir pris son petit déjeuner, elle s'est Verte. Après avoir pris son petit déjeuner, elle s'est occupée de ses plantes vertes. Ensuite, elle s'est préparée pour partir au travail. Ensuite, elle s'est préparée pour partir au travail. Elle s'est brossé les dents. Elle s'est maquillée. Elle a mis son manteau. Elle est partie au travail. Elle s'est brossé les dents. Elle s'est maquillée. Elle a mis son manteau. Elle est partie au travail. Elle est partie de chez elle à sept heures et quart. Elle est partie de chez elle à 7 heures et quart. après avoir بعد از اینکه صبحانش خورد خب دوستان عزیز بعد از اپخه ما در واقع مستر گذشته استفاده کردیم انفینیتیف پسه چجوری جوری مستر گذشته رو؟ فعلتون رو اول تشخیص میدید فعلمون پخاندر سمپوتی دیجونه یعنی صبحانه خوردن خانق با اوواغ صرف میشه. خب ما اوواغ رو به صورت مستر میذاریم و بعد اسم مفعول فعلمون رو به این ترتیب مستر گذشته ساختیم. بعد از اینکه که صبحانش رو خورد اپخ زواغ پخی سمپوتی Elle s'est occupée de ces plantes vertes. مستر فعلمون سکوپه دو یعنی مشغول شدن به کاری پرداختن مشغول گلوگیاه توی خونش میشه آبیاری میخوان یا بالاخره مواظبت خب فعلتون سکوپه هست و چون دو زمیر است با اتخ صرف شده Elle s'est occupée de ses plantes. Vraiment. Ensuite, elle s'est préparée pour partir au travail. بعدش آماده میشه برای رفتن سر کار. Se préparer یعنی آماده شدن. آماده شدن se préparer دو معنی است. Elle s'est préparée pour partir au travail. تختیق و travail بعد از حروف اضافه هم مستر استفاده می کنیم. اینجا پوغ حرف اضافه است. ال سه دندوناشو مسواک می زنه. سو بروسل دان مسواک زدن دندان ها. دندوناشو مسواک می زنه. ال سه مکیه و که میکاپ می کنه. آرایش میکنه. کنه. فعلتون سو مکیه. سو مکیه آرایش کردن میکاپ کردن المی سو مانتو مانتوشو پوشید فعلتون متخ، ما برای پوشیدن از متخ استفاده میکنیم و متر هم با اواق صرف میشه المی سو مانتوش منتو، و رو پوشش رو پوشید ال پختی و تخوی و رفت سر کار فعلتون پختیغ پختیغ و تخوی رفتن سر کار و پختیق جز به اون 22 فعلیه که با اتخ صرف میشه. اله پختی و تخوی اله پختی دو شزل از خونشون اومد بیرون ساعت هفته رو. خب دوستان پختیق به معنی آمدن بیرون هم معنی میده. پختیق دو avant de commencer son travail, elle a pris un café avec julien, son collègue. avant de commencer son travail, elle a pris un café avec julien, son collègue. elle a travaillé de huit heures à midi. elle a travaillé de huit heures à midi. Après avoir terminé son travail, elle est allée se promener dans un parc. Après avoir terminé son travail, elle est allée se promener dans un parc. Elle s'est promenée pendant une heure et puis elle est rentrée. Elle s'est promenée pendant une heure et puis elle est rentrée. Comme chaque soir, elle a fait quelques courses au supermarché du coin. Comme chaque soir, elle a fait quelques courses au marché du coin. Elle a parlé quelques minutes avec la voisine et elle est rentrée pour préparer le repas. Elle a parlé quelques minutes. avec la voisine, elle est rentrée pour préparer le repas. Avant de commencer son travail, قبل از اینکه کارش رو شروع کنه Avant دو یک حرف اضافی مرکبه قبل از و ما بعدش مستر میبینیم کمانسه به صورت مستر قبل از اینکه کارش رو شروع کنه یک قهوه با جولیان همکارش خورد prendre un café, yani elle a pris un café avec julien son collègue elle a travaillé de 8h à midi une encore carte à 8 de 8h à midi à to après avoir terminé son travail elle est allée se promener dans un parc قبل از تمام کردن کارش و شما دوباره مستر گذشته میبینید ترمینه سون یعنی تمام کردن کار خب و چون با اوغ صرف میشه بعد از تمام کردن کارش ال تل سوبخمنه دونزن پخ رفت توی پارک گردش کنه مسترمون اله هست اله با اتخ صرف میشه ال تله و یک فل بعد از ال به صورت مستر سو پرومنه دون زن پخک ال سه پاندان این اوغ پی ال رانتخه فعلمون سو به صورت دو زمیره گردش کردن یک ساعت تو پار گردش کرد و سپس برگشت فعلتون رانتخه جزوه 22 فعلیه که با اتخ صرف میشه کم هر سواعت الافه کلکو کورس یا سوپررمشه دو کوین مثل هر شب اون یه مقداری خرید میکنه از سوپرمارکت نبشه اه... کوچشون یا خونشون خب فعلتون فر کو فر کلکو کوس خرید کردنیه اه... چندتایی خرید کردن فر کوس یعنی؟ خرید کردن و به صورت مازی نقلی و با اوواغ سر شده. اله پغله کلکو مینوت او چند دقیقه با همسایشون صحبت کرد پغله مستر صحبت کردن اله رانتخه پو پخه پغله برگشت خونشون فیلتون رانتخه بر اینکه تدارک قضا رو ببینه. پخه پغله و خونتخه از اون فعلایی که با ام با اتخ صرف میشه خوب دوستان عزیز به نظر شما چه وقتایی ما باید از پس کمپوزه استفاده کنیم مازی نقلی و چه وقتایی از امپخفه باید شما کاربرد این دوتا زمان رو بدونید که بتونید جواب سال من رو بدین کنتمپلوهی لامپخفه و کنتمپلوهی پس کمپوزه امپخفه پس کمپوزه دسکریپسیون ببینید اگر شما بخواین توصیف یک چیزی رو انجام بدین دسکریپسیون داریم یعنی بخوایم توصیف کنیم حالا میتونه تان باشه توصیف زمان آب و هوا فصل باشه میتونه توصیف یک منظره باشه پیزج. و میتونه توصیف یک آدم باشه پخسون در این صورت شما از پخفه استفاده می کنید. زمانی که ما بخوایم کمانتق داشته باشیم یعنی یک تفسیر داشته باشیم از یک چیزی یا یک توضیحی بخوایم بدیم در زمان گذشته اکسپلیکاسیون دون پسه یا یک در واقع اخباری که در گذشته صورت گرفته information placé en arrière-plan. Bon, bah, ça m'a un parfait, Stéphane de Mikoni. Qu'est-ce qu que, comment c'était, Stéphane de Michel? Voilà, mes saluts, je vais bien. Exemple. Mes amis m'appelaient pour me dire combien le temps était horrible à la mer. Mes amis pour me dire combien le temps était à la mer. دوستانم به من زنگ زدند برای اینکه به من بگن چقدر هوا و آب و هوا در واقع در دریا وحشتناک بود خب به ما پوله به من زنگ می زدند برای اینکه بهم بگند دوستانم به من زنگ می زدند خب ما توی این جمله چی داریم که از انپخوه استفاده کردیم اکسپلیکسیون دون لپسه توضیح یک حادثه یک رویداد در زمان گذشته خب اگر شما یک عمل یا یک فعلی رو دارین که به صورت دقیق در یک زمان مشخصی انجام شده اکسیون و فه پونکتویل اکسیون و اونمان qui a lieu de façon ponctuelle et plus ou moins soudaine dans le passé. خب این خیلی مهمه دوستان دقت کنید یک عملی یا یک ای که به صورتی دقیق انجام شده. qui a lieu de façon ponctuelle et plus ou moins soudaine dans le passé. یا یه دفعی توی گذشته به وجود میاد در واقع کیو ستیل پس چی شده چه اتفاقی افتاده با این جمله شما باید از پس کمپوزه استفاده کنید اگزامپل ژ روسی ان اپل ژ روسی ان اپل بهم زنگ زدن خب ببینید این زنگ زدن یا تماس تلفنی در واقع در یک زمان مشخصی اتفاق افتاده و یا حتی میتونه یه دفعی در زمان گذشته اتفاق افتاده باشه دیگه هم پرسیز یک زمان نامشخص پا دندیکسیون دلیمیت تمپورل دلکسیون او دلیونمون هیچ نشانه زمانی از در واقع اون افعال و یا حوادثی که هست وجود نداره لو کومونسمون ا لا دو پروسه نه سون پا کلیرمان دفینی ابتدا و انتهای اون پروسه یا فرایند به طور واضح مشخص نیست انسیستان سور لو درونمون دون سیتواسیون دونه دون لو پاسه ان کور خب در واقع ما داریم در مورد انپخفه صحبت میکنیم انسیستانس سیغل و دیغولمان این که شما پافشاری کنید یا تأکید کنید روی فرایند اون به وجود آمدن اون موقعیتی که در زمان گذشته خواستین راجبش صحبت کنید و در حال تکمیل شدنه. اکسامپل Ils passaient leur journée à l'intérieur. Ils passaient leur journée à l'intérieur. روزهاش رو در درون میگذراند خب پسته به صورت انپخف است خب چرا از انپخفه یا مازی استمراری استفاده کردیم؟ ببینید گذراندن روزها علاوه بر اینکه توصیفی از زمان باشه نه ابتدایی داره و نه انتهایی داره و ما قصدمون طول مدت تکمیل شدن گذراندن روز هاست به این ترتیب از امپخوه استفاده می کنیم به صورت یک عمل مدت دار در زمان گذشته داره این کار به صورت در واقع در حالت تکمیل اتفاق میفته ایل پسه جورنه الانتغیر. حالا ببینیم در مورد مازی نقلی و پس کمپوزه چجوریه دیغه پرسیز و لیمیته اون دوره که داریم از این صحبت میکنیم مشخصه و محدود فیت اکمپلی هن مومان پخسی عملتون در یک لحظه مشخصی در زمان گذشته تموم شده اما در صورت اینکه در مازی استمراری اینجوری نبود اکسیون انسکریت دانز این دیوغه پلی و موان لونگ عملتون در طول یک مدتی میتونه این مدت میتونه کم یا زیاد باشه اما پرسیز لیمیته حتما مشخصه و در طول یک مدت محدوده دون اون کنه لکومنسمون ما هم ابتدای اون رو میدونیم و هم انتهای اون رو پس دقیقا نقطه مقابل مازی استمراری میشه چون در مازی استمراری دورتون نامشخص بود دوغ امخ بود در واقع ما ابتدا و انتهای اون کار رو زمانش رو نمیدونستیم و برعکس مازی نقلی اینجوری نیست Exemple. L'année dernière, sans les gosses Je suis allé au bord de la Loire pour les vacances. L'année dernière, je suis allé au bord de la Loire pour les vacances. سال گذشته من رفتم در کنار سواحل لواق برای تعطیلات خب ببینید سال گذشته برای تعطیلات رفتم به سواحل ل لواق مدت مشخصه ابتدا و انتها مشخصه و به این ترتیب ما باید از مازی نقلی استفاده کنیم به همین ترتیب نمیتونیم از مازی استمراری اینجا استفاده کنیم میدونین چرا؟ این اندیکسیون دو تامی که اوورده برامون لنه دغنیق نمیذاره که دیگه من از مازی استمراری استفاده کنم اما اگر شما تکرار یک عمل رو داشته باشین یعنی رپتیسیون داشته باشین باید از امپخوه استفاده کنید انسیستانس سور لا رپتیسیون دون اکسیون او دن ایونمون دون لو پسه ما میخوایم تأکید کنیم روی تکرار یک عمل یا یک حادثه در زمان گذشته اگزامپل سوون pour parler avec les اوک لوی لجوه سوون جو مغته پوخ پغله ژوا بیشتر وقتها من وای میستادم برای اینکه با روستایی ها صحبت کنم خب سقطه یعنی ایستادن توقف داشتن خب چرا هم پخف استفاده کردیم؟ چون این کار رو من به دفعات انجام میدادم بیشتر وقتها من وای میستادم برای اینکه با روستایی ها صحبت کنم در واقع رپتیسیون داریم تکرار داریم پس هر زمان شما تکرار داشتیم و خواستین این تکرار رو در واقع تأکید کنید روش از انپخ و استفاده میکنیم بدون شک اما اگر یک عمل ف اونیک پونکتویل داشتیم یه عملی داشتیم که یک عمل تک بود و دقیق در یک زمان مشخصی انجام شده بود انسیستانس سر لو کاراکتر پونکتوئل ای ما خواستیم تاکید کنیم روی ساختار دقیق بودن اون فعل و عمل که تموم شده یا یک حادثه یا یک اونمان حتما باید از پس کمپوز استفاده کنیم مثالشو ببین ژفین غوندو نه اولو je fais une randonnée à vélo. من با دوچرخه در واقع گردش کردم. ببینید ما اینجا این فل تموم شده یعنی اشوه و به اتمام رسیده و ما میخوایم روی در واقع این عمل گردش کردن با دوچرخه که من انجام دادم به صورت یک فعل دقیق و منحصر به فرد روش تاکید کنیم جفه نغان و نولو من با دوچرخه گردش کردم و دیگه این عملتون تموم شده گردش کردن با دوچرخه خب هر زمان بخوایم از همزمانی دو تا عمل صحبت کنیم دو تا فعل در زمان گذشته میایم از امپخفه استفاده میکنیم سیمولتانیته یعنی همزمانی سیمولتانیته اکسیون کی سو دغول سیمولتانیمان دون لپسه دو تا اکسیون دو تا فعلی که به طور همزمان در زمان گذشته در حال جریان بودند پکسامپل دونک پاندون که جو پدله ils étaient sur mon assis sur le در طول مدتی که من پدال می زدم روی دوچرخه اونها نشسته بودند روی شنهای کنار ساحل خب ببینید دو تا عمل همزمان اتفاق افتاده نشستن آنها روی شنهای ساحل و پدال زدن پس من از امپخوه باید استفاده کنم به این نکات خیلی دقت کنید یعنی از مازی استمراری دونک پاندون که جو پدله ایلزت سیغمون اسی سور ل سبل فعلتونم که سسواغه یعنی نشستن اما اگر بخوام سکسسیون یعنی به دنبال هم آمدن دو تا فعل اول این کار رو انجام میدادم در گذشته و بعد کار بعدی رو باید از پس کمپوزه استفاده کنم اکسیون کی سو سوکسد دون پسه افعالی که به دنبال هم میان در زمان گذشته اگزامپل جه غک خوشه ای جه غی گوشی رو قطع کردم یه فعل و بعدش خندیدم و بعد فعل بعدی این دوتا فعل یعنی فعل غک خوشه دو تلفن تلفن رو قطع کردن و بعد غیر خندیدن به دنبال هم اومدن پس من باید از پس کمپوزه استفاده کنم دقت کنید به دنبال هم بیان یعنی اول یه کار انجام بشه بعد کار بعدی یا همون سکسسیون پس کمپوزه اما اگر دو تا کار همزمان با هم در زمان گذشته داشتن اتفاق می افتادن یعنی سیمولتنیته باید از امپخفه استفاده کنید aspect duratif souligne qu'une action dure depuis un certain temps lorsqu'une nouvelle action est introduite dans cette situation donnée devient dans واقع -e, aspect duratif یعنی یک دوره مشخص میکنه که یک فعل طول میکشه در طول یک زمان تا اینکه یک فعل جدید دیگه بیاد در واقع این فعلمون رو ادامه بده مثلا ان جور پاندون که اوکن پارلی اوک ببینید اینجا دو تا زمان استمراری و ماضی نقلی رو با هم مقایسه میکنه یه روز می ان Pendant que je parlais در طول مدتی که من با کشاور صحبت می کردم ببینید این جمله باید حتما انپخفه باشه چرا؟ چون پاندانکیو داریم در طول مدتی که گفتیم زمانی که ما دیوغ امپخسیز داشتیم یعنی مدت زمان نامشخص حتما باید از انپخفه یا مازی استمراری صحبت کنیم و این یک عمل مدت داره درسته؟ یک عمل مدت داره اسپک دیوغتیف یعنی یک عمل مدت دار در طول مدتی که من با کشاور صحبت می کردم جغسی و نپل یکی بهم زنگ زد خب ببینید اینجا رو باید حتما پس کمپوز استفاده کنیم عملمون مدت دار نیست و در واقع فعلی هست که به صورت سودن یعنی یه هوی، اتفاق میفته و صحبت کردن من رو با کشاورز که یک عمل مدت داره قطع میکنه این دو تا زمان رو با هم اینجا براتون آوردم که با هم مقایسه کنید پس الان متوجه شدید که چه موقع باید از مازی استمراری استفاده کنیم چه موقع از مازی نقلی یک بار دیگه به صورت فارسی و ساده براتون توضیح میدم ببینید اگر شما یک عمل مدت دار رو در زمان گذشته بخواید صحبت کنید که نه ابتدایی داره و نه انتهایی داره و در واقع تکرار شده ما از اپخف استفاده میکنیم اگر بخوایم توصیف کنیم یک آدم رو آب و هوا رو یا یک منظره رو باز هم از امپخفه استفاده میکنیم حالا پس کمپوزه فعل یا عملتون ابتدا داره انتها داره یک دفعه میاد فعلی رو که در زمان گذشته به صورت مدت دار انجام شده قطع میکنه دی... خب اینا نشانه های زمانی هستند که بیشتر شما رو کمک میکنند در کاربردهای های و هست کمپوزه ببینید اگر شما این اندیکاتور دو تام ها رو داشتین طول جو طول جوغ هر روز شک فوا هر بار تو جوغ همیشه یا نو و ژمه هیچ وقت یا سووان بیشتر وقت ها لو مقدی سه شنبه ها دبیتود معمولا و کلک فوا گاهی اوقات شما ناچارین که از انپخفه استفاده کنید چون نشانه زمانی داره تو جمله میگه که فعل من باید فعل ماضی استمراری باشه اما اگر این نشانه ها رو داشتیم سودن ناگهان تو دکو یه دفعه ناگهان از سومانله اون لحظه یا مثلا آمیل نفصان نف سان کتخوان سال 1998 یه دیروز لن درنیر سال گذشته آن سویت سپس پوی هم همینطور ابخه بعدش که در واقع سکسسیون داریم یعنی دو تا عمل داریم و الاغ هم همینطور شما باید از مازی نقلی استفاده کنید خب و حالا همون متن اول رو با تغییر دادن اندیکاتور دیتون نشانه های زمانی به انپخفه یا ماضی استمراری تبدیل می کنیم طول متن سیلوی سوغه و یه سیزه طول متن سیلوی سوغه و یه سیزر. هر روز صبح سیلوی ساعت شش از خواب بیدار می شد سوغه و مسترمونه و به صورت ماضی استمراری ال رست ان اولی، از 6 سته پور او کمی توی تخت میموند ال س و 6 و ساعت شش از خواب بیدار میشد سته ا ستو پور ال براش خیلی زود بود Elle prenait sa douche, elle s'habille. Elle prenait sa douche et elle s'habille. دوش می گرفت و لباس می پوشید. Ensuite, elle prenait son petit-déjeuner. Ensuite, elle prenait son petit-déjeuner. بعدش چیکار می‌کرد؟ صبحانه شو می‌خورد. Pendant son petit déjeuner, elle lisait un peu, elle écoutait la radio. Pendant son petit déjeuner, elle lisait un peu, elle écoutait la radio. در طول زمانی که صبحانه صرف می کرد، یکم مطالعه می کرد و رادیو گوش می Après avoir pris son petit déjeuner, elle s'occupait de ses plantes vertes. Après avoir pris son petit déjeuner, elle s'occupait de ses plantes vertes. Ensuite, elle se préparait pour partir au travail. Ensuite, elle se préparait pour partir au travail. بعدش آماده می شد بره سر کار. ال سو بروسه لدان ال سه بروسه لدان دندوناشو مسواک می زد. ال سو مکیه ال مته سو مانتو ال پخته و تخوی ال سو مکیه آرایش می کرد. ال مته سو مانتو مانتوشو می پوشید. ال پخته و تخوی و می رفت سر کار. elle partait de chez elle à sept heures et quart. elle partait de chez elle à sept heures et quart. avant de commencer son travail, elle prenait un café avec julien, son collègue. avant de commencer son travail, elle prenait un café avec julien, son collègue. قبل از اینکه کارش رو شروع کنه، قهوه میخورد با جولیان همکارش. Elle travailit de 8 heures à midi. Elle travailit de 8 heures à midi. کار می از هشت صبح تا ظهر. Après avoir terminé son travail, elle allait se promener dans un parc. Après avoir terminé son travail, elle allait se promener dans un parc. Heure, elle, elle se promenait pendant une heure et puis elle rentrait elle se promenait pendant une heure et puis elle rentrait chaque soir, elle faisait quelques courses au supermarché du coin, elle parlait quelques minutes avec la voisine, elle rentrait pour préparer le repas. Chaque soir, elle faisait quelques courses au supermarché du coin, elle parlait quelques minutes avec la voisine, elle rentrait pour préparer le repas. هر شب اون چند تایی خرید میکرد از سوپری نبشه کوچشون و چند دقیقه صحبت میکرد با خانم همسایه الگانتخه پوپخه بقیه لغپه و برمیگشت بر اینکه غذا رو آماده کنه سیلوی ویوه سل سیلوی ویوه سل سیلوی تنها زندگی میکرد النوپه دنیمو اارز کمسه ال نوه په دنیمو حیوون خونگی نداشت الته اروز کمسه و اون خوشبخت بود ل سوار ال مانژه آنروگردون لتله ل سوار ال مانژه آنروگردون لتله شبها قذا پین تماشای تلویزیون میخورد. پرفره بعد از اینکه برنامه مورد علاقه شو تماشا کرد الفوزه لبسل ظرف ها رو میشست التلفونه اونمی. و به یکی از دوستاش زنگ میزد. انسویت ال سو ده ال بعدش آرایش صورتش رو پاک می کرد. سو یعنی پاک کردن آرایش صورت. در حالی که سو مکیه یعنی آرایش کردن و دوش می گرفت. ال پخونه سنبن. ال ای غسته پندان این یک ساعت و همون میموند. elle y restait pendant une heure. après le bain, elle se séchait longuement les cheveux. après le bain, elle se séchait longuement les cheveux. après le s'être séché les cheveux, le elle s'est couchée. après C'est séché les cheveux. Elle se و بعد از خوش کردن موهاش میدونید که فعلمون چون تو زمیر است مستر گذشتش به این ترتیب ساخته میشه سترو سشه او میخوابید الیزه امپو un peu avant de s'endormir الیزه یکم مطالعه می کرد قبل از خوابیدن. السان درمه ور مینوی و حدود ساعت دوازده شب می خوابید. السان درمه وغ مینوی خب دوستان عزیز متن اولمون متنی بود به زمان گذشته. مثلا می گفتیم سیلوی ساعت هفت از خواب بیدار شد. متن دوم همون متن اول بود یعنی در واقع کارهایی بود که سیلوی انجام داده بود در زمان گذشته و ما خواستیم این رو توصیف کنیم برای مخاطبمون و اومدیم نشانه های زمانی رو عوض کردیم و به این ترتیب به صورت یک متن تکست دسکتیف به صورت یک متن توصیفی به زمان گذشته که باید انپخفه بشه تمام زمانهاش در واقع اومدیم تغییر دادیم پس به این ترتیب شما یاد گرفتین که چطوری ما از مازی نقلی استفاده کنیم در کجاها از مازی نقلی استفاده کنیم و چگونه و در کجاها از مازی استمراری استفاده کنیم خب دوستان عزیز چطور بود؟ دو زمان بسیار مهم ماضی نقلی و گذشته استمراری رو با هم دیگه بررسی کردیم. ممنونم که تا پایان ویدیو من رو همراهی کردیم. مثل همیشه لایک کامنت فراموش نشه. لطفاً لینک کانال رو در اختیار دوستان و علاقه به زبان فرانسه قرار بدین. لطفاً کامنت های فرانسوی بگذارین تا در واقع از کانال حمایت بشه. امیدوارم که ببینمتون به زودی در ویدیوهای آینده آقوا غلب خوشن